به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. لرزش دوباره مناطق زلزله زده پارسال در غرب ایران. روند بازسازی نواحی آسیب دیده تا چه حد موفقیت آمیز بوده؟ در ادامه برنامه، کارگرانی که دستن در کار تولید شکرند اما کامشان تلخ است. در آغاز چهارمین هفته اعتراضات، شرکت هفت تپه مجمع نمایندگان کارگرانش را منحل کرد. فعلا مو سبقه اسلامی جنگ در افغانستان از طرف مخالفین از بین رفته. خوشبینی والی ننگرهار به آینده افغانستان. حیات الله حیات میگوید صلح با طالبان از هر زمان دیگری دست یافتنی تر است. و آخرین تانگو با مرگ، برناردو برتولوچی فیلمساز سرشناس ایتالیایی درگذشت. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. سلام، من رنا رحیم پور هستم. یک زلزله دیگر، تلنگری تازه به کشوری که بر روی مجموعی از گسلهای فعال واقع شده. از زلزله 6.4 دیشب در غرب ایران کشته گزارش نشده، ولی صدها نفر صدمه دیدند. پارسال هم در همین منطقه زمین لرزید، صدها نفر جان دادن و خانه های هزاران نفر ویران شد. یادآوری این که خطر زلزله همچنان در همه جا هست. در تمام یک سال اخیر کانونهای زلزله در غرب ایران در مرکز توجه افکار عمومی بوده، ولی آیا این توجه باعث شده که تدارکات لازم برای مواجهه با حوادثی از این دست بیشتر شود؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از فیروزه اکبریان. اینجا قصر شیرین زلزله خیلی شدیده. وحشت مردم از زمین لرزه دیشب در قصر شیرین. زلزله‌ای به بزرگی 6.4 مردم را روانه خیابان‌ها کرد. برق رفته کامه. مهدی برق. خیلی هایشان هراسان. زمین لرزه‌ای که ته دل خیلی ها را خالی کرد در فاصله بین سرپل ذهاب و قصر شیرین رخ داد و در چند کشور منطقه هم احساس شد، از جمله در عراق، کویت و حتی اسرائیل. مردم در 10 استان ایران هم زلزله را احساس کردند، از جمله در استانهای کرمانشاه، کردستان، لرستان، همدان و ایلام. به گفته مسئولان ایرانی بیش از 700 نفر زخمی شدند که بیشترشان به صورت سرپایی درمان شدند. حدود 40 نفر هم بستری. استان کرمانشاه که کانون زلزله دیشب بود، پارسال هم زمین لرزه‌ای ویرانگر به خود دید. زلزله‌ای به بزرگی 7.1 با بیش از 400 کشته و 7000 مصدوم. در زلزله پارسال خانه‌های زیادی با خاک یکسان شدند. بازسازی هنوز تمام نشده و خیلی‌ها هنوز جا و مکان مناسبی ندارند. برخی از این ساختمان‌هایی که از عمرش هم خیلی نگذشته، برخیش هم دولتی درست شده. چرا اینجور شده؟ به چه دلیل؟ ما الان می‌بینیم یه ساختمان اینجاست، یه ساختمان اون طرفه. کنار همه اون ساختمانی که به هر حال به صورت دولتی درست شده یا تعاونی درست شده الان این حالت داره، اون ساختمانی که مردم خودشون درست کردن با دست خودشون در برابر همین زلزله سالم مونده. اما سریع‌تر از روحانی این اسحاق جهانگیری معاونش بود که در آن زمان اعلام کرد بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر بود. طرحی برای خانه‌دار کردن گروه‌های کم درآمد که در دوره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق کلید خورد. سخنان جهانگیری بی جواب نماند، از جمله از سوی وحید حقانیان معاون ویژه دفتر رهبر ایران. این سیاسیش کردن، زود شروع کردن از مسکن مهر. خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهور جهانگیری، اولین تخم لق سیاسی رو ایشون گذاشت و زود اعلام کرد تو جلسه اقتصاد معاملاتی که آقا مسکن مهر. گرچه به نظر می رسد کاهش خسارات و تلفات زلزله دیشب در مقایسه با سال گذشته می تواند نفس راحتی برای مسئولان باشد، اما به گفته خبرنگاران محلی بعضی از ساختمان‌هایی که دیشب تخریب شدند از سازه‌هایی بودند که در یک سال گذشته بازسازی یا احداث شده بودند، موضوعی که می‌تواند زنگ خطری برای کیفیت عملیات بازسازی به حساب بیاید. دولت تلاش می‌کند در این آزمایش
موفق باشه، کاری بکنه که بتونه وظایفی که به عهده داره انجام بده. به نظر می رسد دولت باید برای جمع کردن خاکها از سر و روی مناطق زلزله زده آستینهایش را بیشتر بالا بزند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. سعی می کنیم که در این زمینه با یک طراح و مشاور سازه‌های زیربنایی در امور حمل و نقل صحبت بکنیم. می دونیم که زلزله شدیدی بود شب گذشته، تا حالا البته از تلفات جانی گزارشی نداشتیم، ولی شمار زیادی، صدها نفر مصدوم شدند. به محض اینکه ارتباط ما با یکی از کارشناسانی که قرار هست باش صحبت بکنیم برقرار بشه، حتما بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. نگاهی می‌کنیم به چند خبر کوتاه. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره آینده توافق هسته‌ای ایران هشدار داده. علی اکبر صالحی که در سومین نشست همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا در وین پایتخت اتریش صحبت می‌کرد، گفت شکست برجام به معنای شرایطی غیر قابل پیش‌بینی است که به نفع هیچ کس نخواهد بود. داروخانه های ایران از این به بعد کیت های تست ایدز به مشتریان می فروشند. معاون وزارت بهداشت ایران گفته با این روش بیماریابی ایدز با دقت بیشتری انجام می شود. علیرضا رئیسی به خبرگزاری ایرنا گفته این کیت ها با نظارت وزارت بهداشت در داروخانه ها عرضه می شوند و افراد می توانند شخصا از خود آزمایش ایدز بگیرند. تعدادی از نهادهای شناخته شده امدادرسانه میگویند کمک‌های نظامی و حمایت‌های دیپلماتیک واشنگتن از ائتلاف رهبری عربستان وضعیت جنگ در یمن را بدتر کرده. این نهادها در نامه‌ای سرگشاده به دولت آمریکا هشدار دادند که این کشور ممکن است مسئول کشته شدن تعداد بیشتری از یمنی‌ها شناخته شود. آنها گفتند 14 میلیون یمنی در خطر قحطی هستند و اگر جنگ فوراً متوقف نشود، خیلی از این یمنی‌ها ممکن است نتوانند در زمستان دوام بیاورند. امارات متحده عربی یک شهروند بریتانیایی را که به جرم جاسوسی در این کشور به حبس ابد محکوم شده بود آزاد کرد. متیو هجس 31 ساله اتهامهایش را رد کرده و گفته بود در حال تحقیقات دانشگاهی در امارات بوده. با این حال دادستانی امارات پیشتر گفته بود که او اتهامهایش را پذیرفته. دقایقی پیش از اعلام خبر عفو شدنش فیلمی را به خبرنگاران نشان دادند که در آن آقای هجس به جرم خود اعتراف می‌کند. همزمان با روز 22 اعتراضات کارگران نشکر هفتتپه، این شرکت مجمع نمایندگان کارگران را منحل کرده و حالا حرف از انحلال سندیکای کارگری هفتتپه به میان آمده. خواسته کارگران گرفتن کارخانه از بخش خصوصی است، خواسته ای که مدیرعامل شرکت آن را به شدت رد کرده. بیشتر درباره راه حل‌های بحران هفتتپه حرف می‌زنیم. پیش از آن نگین شیراقایی در مورد روند تحولات توضیح می‌دهد. در این مدت از هفتتپه زیاد شنیدید، اما بد نیست مروری کنیم بر اون چه که در این سالها بر این کارخونه گذشته و شاید بهتر ریشه مشکلات امروزیش رو پیدا کنیم. پرونده هفتتپه سوالهای بی پاسخ زیاد داره. شاید یکی از مهمترین این سوالها مربوط به نحوه خصوصی سازی کارخونه باشه. در سال 81 نیشکر هفتتپه تونست با تولید 100 هزار تن شکر سفید رکوردی در این زمینه ثبت کنه، اوج شادمانی کارگران و مدیران. اما این شادی دیری نپایید. سه سال بعد دولت محمود احمدی نژاد تعرفه واردات شکر رو به شدت پایین آورد، چیزی که افتادن هفتتپه در سرازیری رو کلید زد. در اردیبهشت ماه سال 85 تعرفه شکر حذف شد و نام مافیای شکر سر زبون ها افتاد. نتیجهش سودی بالا در جیب راندخاران بود و به لرز افتادن پایه های عمده ترین تکیه‌گاه اقتصادی مردم این منطقه. کارگران هفتتپه حالا کالایی تولید میکردن که ارزونترش با کمک دولت از خارج از کشور وارد میشد و همین باعث شد که کارخونه به زیاندهی بیفته و از سال 86 جرقه اعتراضهای کارگری زده بشه. دولت هفتتپه رو در سال 94 به بخش خصوصی واگذار کرد با بیعانه 6 میلیاردی. دو شرکت کوچک از استان لرستان برنده شدند. در روز تحویل گرفتن شرکت از دولت 1500 نام جدید گفته شد که به فهرست کارکران کارخونه اضافه شده بود. در بحبوحه مشکلات ارضی نام مدیرعامل شرکت به عنوان متخلف ارضی مطرح شد، امید اسد بیگی، جوانی که در اوج اعتراضهای سه هفته‌ای کارگران هفتتپه قوه قضاییه ایران گفته بود متواریه، اما دیروز
ناگهان پیدا شد و از این گفت که اوضاع تحت کنترلشه. بدونیم این مجموعه با تنها با یک بخش تولید شکر اقتصادی نمی شود و نخواهد شد و نیاز به این که بتونیم مجموعه های دیگری رو در کنارش ایجاد کنیم که خدا رو شاکریم که در این چند وقت ما تونستیم مجموعه های مختلفی رو ایجاد بکنیم و کارخانجات مختلفی رو خریداری بکنیم، از جمله کارخانه MDF، کارخانه فرمالین، کارخانه تولید شیر خوش، کارخانه لبنیات و کارخانه روب گوجه و کارخانه هایی از جمله کارخانه زغال و کاغذ رو انجام بدیم و خریداری بکنیم و الان بخشش رو همونطور که شاهد هستید در شرکت هستش، بخشش در راه هستش و به امید خدا از هفته آینده شما شاهد ورود تجهیزات و ماشین‌آلات بیشتری برای این مجموعه خواهید بود. البته کارگران هفت‌تپه روایتی متفاوت از این کارخونه‌ای که آقای اسد بیگی نام می‌بره دارن. دارن شرکت کشت صنعت نیشکر هفت‌تپه ادعا دارن که کارخونجات متعددی توی این منطقه احداث کردن و به تبع اونا اشتغال زایی هم کردن. حالا ما اومدیم در کنار یکی از این کارخونجاتی که آقایون گفتن ما احداث کردیم. این کارخونه روبوجی که گفتن خودتون دارید می‌بینید دیگه، قضاوت با خودتون که آیا این واقعا این کارخونه به بهره برداری رسیده یا فقط یک سوله خالی. ما اومدیم اینجا کارخانه زغال با هم دیگه ببینیم. یه هم کارخانه زغال که فقط سوله خالی میباشد. حالا آقای اسد بیگی تلاش داره که سندیکا و مجمع نمایندگان کارگران هفت‌تپه رو منحل کنه، هرچند وکیل کارگران با استناد به قانون میگه که این کار خلافه. مدیر عامل محکم ایستاده که شرکت دولتی نخواهد شد، اما سوال اینه که در شرایط کنونی اقتصاد ایران این کارخونه چطور میتونه سر پا بمونه و تکلیف هزاران کارگرش و معیشت مردم منطقه چی میشه؟ فرهاد گوهردانی پژوهشگر توسعه اقتصادی از یورک بریتانیا با ماست. آقای گوهردانی نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران، انقلاب، توسعه و خشونت سیاسی هم هستند که به 4 نوع بحرانی میپردازه که ایران در 200 سال اخیر با اون دست در گریبانه: بحران رونق و رکود، بحران رشد اقتصادی، بحران توسعه و بحران مشروعیت. آقای گوهردانی، وضعیت هفت‌تپه شاید یک نمونه از بسیاری از کارگاه ها و کارخانه های تولیدی در ایران. امروز اعلام کردند که معوقات یک ماه دیگه هم پرداخت شده با این کارگران. اما یا اینها راه حل دائمی میتونه باشه؟ 3 ماه دیگه چی؟ 6 ماه بعدش چی؟ 1 سال بعدش چی؟ بله، متاسفانه جامعه ایران الان و اقتصاد ایران وضعیت بحران معیشتی به سر میبره که همون 4 بحرانی که شما اشاره کردید که نتیجه اون 3 بحران دیگه است. بنابراین دولت راه حلی برای اینا نمیتونه پیدا بکنه و به صورت مسکن باید وارد میدان بشه و ترمیم کنه و به طور کوتاه مدت مسئله رو حل کنه. در بلند مدت ما مشکل شکست بازار در ایران داریم و شکست دولت و شکست نهادی. یعنی شما همه راه‌های موجود در اقتصاد رو اگر امتحان بکنید همشون به بنبست منجر میشن. چه خصوصی سازی بکنید، بحرانهای خاص خودش رو تولید میکنه، چه دولتی سازی بکنید، چه واگذار کنید به بنیادها و نهادهای غیر انتفاعی و یا عمومی، چون همه اینها با بحران مشروعیت مواجهن، با بحران تغییر سیاست گذاری مواجه. همچون که شما اشاره کردید، تغییرات ناگهانی در سیاستهای صنعتی مثل تغییر ناگهانی تعرفه ها یا تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی بدون اینکه شما اجماع کارگران و تمام اون نهادهای درگیر مثلا در همون موقع نماینده اون شهر مخالف با واگذاری این به اون افراد بوده و معلوم نبوده که این افراد چه صلاحیت‌هایی برخوردارن. بنابراین مشکل اساسی این اختلال ذهنی و فکری هست که منجر به اختلال نهادی و اختلال در مدیریت و اختلال در قیمت‌ها میشه و بحران رو در حوزه‌های عدیده اقتصاد ایران ایجاد میکنه. پیشنهاد شما چیه؟ فکر میکنید که چطور میشه راه حلی پیدا کرد برای این بحران تولید در ایران؟ با این رو به نظر من میاد فقط از طریق ایجاد اجماع هست. وقتی شما با پدیده مواجهید مثل تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، شما باید
کارگران رو هم در این ماجرا، در این تصمیم گیری، در فرایند تصمیم گیری باید مشارکت بدید و کارگران بدونن که این افراد جدید که اونان مدیران و صاحبان صنعت به این بزرگی با اون سابقه دارن وارد میدان میشن، از راندها برخوردار نبودن، مشکوک نیستن، از صلاحیت های مدیریتی برخوردارن، دارای تجربه و سابقه هستن. بنابراین این ایجاد اجماع و ایجاد اعتماد متقابل خیلی مهمه، همچنان با مدیران شهر و با مدیران دولتی و ارتباط دائم اینا با همدیگه، با مدیریت بانکی و مالی جامعه، اینا با همدیگه باید دائما داد و ستد داشته باشن و اعتماد متقابل داشته باشن و وقتی که شرکت در مسائل مدیریتی و مالیش با بحران مواجه میشه به همدیگه مساعدت کنن تا از بحران‌های کوتاه مدت بگذره و اون اجماع درونی و فرهنگ سازمانی لازم ایجاد بشه. اونجوری که به نظر میاد در شرکت هفت‌تپه این عدم اعتماد وجود داشته، هم عدم اعتماد نماینده شهر به این صاحبان جدید، هم عدم اعتماد کارگران به صاحبان جدید، و اینکه دولت هم به خاطر مشکلات عدهی که داشته به نظر میاد که این واحد رو رها کرده به حال خودش که هر جوری که میخواد، در حالی که باید نظارت وجود داشته باشه و حمایت فکری و حمایت تحقیقاتی. یکی از خواسته های کارگران معترض اینه که یا این شرکت به دست دولت برگرده یا اینکه شورای کارگری اون رو اداره بکنه. از دید شما این راه حل ها میتونه موجب بازگشت اعتماد بشه بین کارگران؟ نه، این راه حل ها به نظر من فقط شما سرخوردگی از این راه حل باعث میشه شما راه حل دیگر رو تست بکنین. همه این راه حل ها امتحان شده است، چون راه حل شورایی در ایران جواب نمیده، چون خود داخل شورا شما وقتی یه شورا تشکیل میدید بلا فاصله اختلافات فکری درون شورا باعث میشه که اینا ناهماهنگی ها ایجاد میشه و قدرت مدیریتیشون از دست میدن. با گذارشون به دولت، دولت هم که تحت فشارهای عدیده امروز هست و بحران اقتصادی نداره، از توان مدیریتی برخوردار نیست دولت. بنابراین بحث اساسی این نیست که شما واگذار کنید به کارگران، خود کارگران، یا به دولت، یا رهاش کنید. بحث همکاری اینها و ایجاد اعتماد متقابل با اینهاست و ایجاد ظرفیت سازی های جدید هست و عبور از بحران. الان تنها را در کوتاه مدت اینه که دولت همونجوری که در مسئله مشکل این واحدهای اعتباری که ایجاد شده بود، بحران اعتبارات ایجاد شده بود، از منابع بانکی استفاده کرد، منابع بانک مرکزی، و پرداخت کرد به افراد سرمایه گذار. اینجا هم باید حقوق کارگران پرداخت بشه از منابع بانکی و در بلند مدت با کنار هم نشستن این تمام مشارکت کنندگان در این پدیده بتونن به یک راه حل اجماعی برسن که بلند مدت و پایدار باشه. پایداری و بلند مدت بودن این سیاست ها بسیار مهمه. آقای گوهردانی، تا کی میشه این شیوه استفاده از منابع عمومی برای حل بحران اقتصادی به شکل چسب زخم، یک جای اعتراض میشه تبدیل به بحران امنیتی میشه، شما برین یه پولی درش بریزین این بخش رو آروم بکنین، بعد برین یه بخش دیگه ای صندوقهای مالی رو بهش اشاره کردین، این تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ به هر حال منابع دولت هم محدوده. نه، این منابع، این بحث دقیقا بحث مهم اقتصادی، منابع دولت در چارچوب اقتصاد، در اقتصاد داخلی محدود نیست، بلکه شما همیشه احتیاج دسترسی داری به منابع بانک مرکزی، اعتبارات بانک مرکزی. شما منابع دسترسیتون به منابع خارجی هست که محدوده. در منابع داخلی البته این تزریق این منابع باعث ایجاد تورم میشه در بلند مدت، ولی در کوتاه مدت به خاطر بحران اقتصادی که الان جامعه ما دچارش هست و ریشش برمیگرده به مسئله تحریم ها و مسائل دیگه، این اجتناب ناپذیره که هر لحظه یه بحران ایجاد میشه و شما مجبوری به صورت مسکن وار این بحران رو حل کنید و راه حلش هم این نیست که از یک سیاست به سیاست دیگری بغلطید و تغییر ناگهانی سیاست ایجاد کنید. راه حلش اینه که هر سیاستی رو که اتخاذ میخواید بکنید بین تمام کسایی که مدخلیت دارن و میتونن تحت تاثیر قرار بدن این سیاست ها رو، بین اینها اجماع و هماهنگی ایجاد کنید که پشت اون سیاست
حامی اون سیاست باشن و علارغم نوسان‌ها اون سیاست رو تا آخر پیش ببرن، نه اینکه وسط راه رهاش کنن. بله، متشکرم از شما فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه اقتصادی با ما. همونطور که در آغاز برنامه اشاره شد، شب گذشته زلزله شدیدی مناطق غربی ایران از جمله کرمانشاه رو لرزوند. آمار مصدومان این زلزله بیشتر از 700 نفر اعلام شده. سال گذشته هم همین مناطق شاهد زلزله شدید بود که صدها کشته و همینطور هزاران مصدوم و بی خانمان بر جا گذاشت. مصطفی جوادی، طراح و مشاور سازه‌های زیربنایی در امور حمل و نقل از نورنبرگ آلمان. مصطفی جوادی، زلزله دیشب خوشبختانه کشته‌ای نداشت یا تا حالا گزارش نشده. آیا میشه گفت که از نظر ساخت و ساز و آمادگی‌ها پیشرفت لازم صورت گرفته؟ ابدا نمیشه چنین چیزی گفت. البته من ابتدا سلام بکنم به شما بینندگان عزیزتون. ابدا نمیشه چنین چیزی گفت، چون کشته یا حالا تلفات و تخریب‌های ناشی از زلزله از المان‌های مختلفی میاد، از جمله شدت، نزدیکی به مرکز، فاصله کانونی و عوامل حالا متعددی که حالا توی بحث امشب نمی‌گنجه. اما اتفاق خاصی نیفتاده، فقط حالا ما این شانس رو آوردن مردم خوشبختانه که حالا از فاصله کانونی دورتر بودن یا حالا شدت زلزله و جهتش و شرایطش متفاوت بوده با دور قبل. البته میشه گفت توی اون منطقه طی یک سال گذشته یک سری کارهای انجام شده، یعنی اون بخش فرسوده‌ای که سال گذشته تخریب شده بوده، خب امسال وجود نداشته که تخریب بشه و حالا یه بخشی از مردم بالاخره با مشکل کمتری مواجه بودن. اما این فقط یه بخش کوچکی از اون یک مشتی از اون نمونه خرواره، برای اینکه ایران روی کمربند زلزله است و هر لحظه ممکنه هر جای دیگر یه اتفاق فاجعه بارتری بیفته. چقدر از نظر شما در یک سال اخیر بازسازی پیشرفت داشته، اگر نسبت‌ها رو هم در نظر بگیریم؟ ببینید، می شود گفت که حالا توی اون بخش کوچیک توی سر پل ذهاب یک اتفاقاتی افتاده، نباید این رو کتمان کردی، اتفاقاتی افتاده. هم من همواره گفتم که اونجا ما همکارای خوبی داریم، مردم دارن تمام تلاششون رو میکنن، لااقل مهندسای خوبی داریم توی دفاتر فنی شهرداری‌ها دارن تلاش میکنن، بالاخره دفاتر فنی استانداری داره تلاشای میشه. اما مسئله سر اینه که ما همیشه توی ایران این مشکل رو باش مواجه هستیم که راهکارا بلند مدت نیست، یعنی ما یک چاله میکنیم که چاله دیگر رو پر بکنیم و اون چاله قبلی، همینجوری این پروسه این چرخه ادامه داره. یه سری کارها انجام شده، خب خاکبرداری ها شده، یه سری خونه ها ساخته شده، اما این خونه ها فقط یک چهاردیواری است و یک سرپناه است و خب مسلما خانه استاندارد نیست که حالا نیازهای یک خانواده رو برآورده بکنه و خب هنوز خیلی از افراد هم توی کانکس هستن، توی چادر هستن و همچنان سرپناه ندارن. توصیف شما یک چرخه باطل هست. چرا باید اینطور باشه؟ ببینید، ما توی ایران چند تا مورد داریم که حالا من توی برنامه‌های دیگه هم گفتم، ما شامل طراحی، نظارت و اجرا است. ما از فاز طراحی عبور کردیم، ما آیین‌نامه 2800 زلزله رو داریم توی ایران که آیین‌نامه به نسبت خوبی است و حتی یه مقداری دست بالا است. توی بحث طراحی ما مشکل جدی نداریم و خیلی جدی هم گرفته میشه، نرم افزارهای خوبی هم وجود داره، مهندسان واقعا متخصص هستن، دارن کار میکنن. ما بحث مشکلی که داریم توی بحث نظارت و اجرا است، یعنی عملا اجرای درستی انجام نمیشه و بعد از اون خب نظارت نمیتونه خیلی جدی توش شکل بگیره. از طرف دیگه من یه مشکل جدی که باز توی ایران وجود داره اینه که سازمان‌های موازی توی ایران وجود دارن، از جمله مثلا توی همین بحث زلزله ما الان درگیر سازمان‌های مثل بنیاد مسکن هستیم، وزارت راه و شهرسازی اونجا هست، جهاد سازندگی هست، نظام مهندسی هست، بنیاد مستضعفان هست، کمیته امداد هست، هلال احمر هست، دفاتر فنی اونجا حضور دارن، همینطور که گفتم بنیاد مسکن، ببخشید بانک مسکن اونجا بحث مالیش درگیره. چه میدونم، مثلا خانم نرگس کلباسی داره اونجا زحمت میکشه، آقای صادق زیبا کلام داره پول جمع میکنه و ما یک پروسه از ده‌ها و ده‌ها سیستم موازی رو داریم که هیچ کدومشون همه کار نیستن، هیچ کدوم هم هیچ کاری نیستن. یعنی ما نمیدونیم با کی مواجهیم اونجا و کدوم مسیر رو با دنبال بکنیم که به یک جواب درست برسیم. این مشکل بعدیه که حالا توی هر پروسه، توی هر فاجعه و بعد از هر فاجعه‌ای ما باش درگیر هستیم، چون نمیدونیم چه مسیر رو باید بریم و با کی باید حرف بزنیم، با چه سازمانی باید کار رو جلو ببریم که به نتیجه دلخواه برسیم. فکر می‌کنید که مشکل از هماهنگیه، به خاطر اینکه زلزله رخدادی غیر مترقبه است، به یک باره رخ میده، یا جای دیگه ایراد داره؟
ببینید ما خب زلزله که بحثی که وجود داره، چه من چه کارشناسان دیگه میگن، میدونیم، ما میدونیم توی جهان که زلزله رو نمیشه جلوش گرفت، ما رو کمربند زلزله هستیم و زلزله اتفاق میفته. تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ سازمان، هیچ ارگان، هیچ دانشمندی در جهان نمیتونه زلزله رو پیش بینی بکنه. برای من زلزله اتفاق میفته، امروز در سر پل ذهاب بوده، فردا ممکنه در تهران باشه یا در شیراز باشه، یا یک فاجعه عظیم انسانی رو ما باش درگیر خواهیم بود. یک بحثیه که ما کارشناسان و حالا همه مردم باش درگیر هستن. یه بحثی که وجود داره که زلزله اتفاق میفته، چه امروز چه فردا میتونه اتفاق بیفته، اما قبل و بعد از زلزله ما باید چه بکنیم؟ این خب حالا یه بحث خیلی جدیه که خیلی باید روش کار بشه. از جمله این که من خیلی تعجب میکنم، ما روی کشور روی کمربند زلزله هستیم و فرهنگسازی زلزله در مدارس، در صدا سیما، در رادیو، تلویزیون، مجلات، روزنامه روزمره ما نیست. توی مثلا توی کشور آلمان هر بچه 5 ساله‌ای تا آدم 70 ساله میدونه به معنی که آلارم حریق صداش در اومد چه باید بکنه. ما هیچ ایده ای ندارن مردم ما راجع به اینکه وقتی زلزله اتفاق افتاد چه باید بکنن. پس این بحث فرهنگسازیه. یه بحث جدی دیگری که وجود داره اینه که بودجه هایی که وجود داره، بودجه هایی که تصویب میشه، آیا تصویب میشه؟ اگر میشه کجا میره؟ ما مثلا من امروز به ازور یه نگاه کلی کردم، مثلا 500 میلیارد تومان امسال برای هلال احمر بودجه فقط تصویب شده برای بحث بحران، 250 میلیارد تومان برای سازمان مدیریت بحران در نظر گرفته شده. طبق آیین‌نامه مصوب مجلس باید 20% اعتبار سهمی استان ها صرف حوادث غیر مترقبه بشه. این بودجه کجاست؟ یعنی کی تصویب شده، کی پول رو تحویل گرفته و صرف چه کاری شده؟ بیلان کاری این سازمان ها کجاست و این بیلان پولی کجاست؟ این چجوری این جیب به جیب شده؟ چه اتفاقی برای این پول ها افتاده؟ و اون همه طرحهای زیربنایی که وجود داره تو ایران به کجا رسیده؟ یعنی این یه بحثیه که حالا باید پیگیری کرد که ما لااقل توی چند سال آینده به نتیجه برسیم. وقتی زلزله دیشب رخ داد، خب خیلی ها یاد حوادث پارسال افتادن و همینطور هشدارهایی که در سطح کشور داده میشد. شما با توجه به اینکه حوزه کاریتون طراحی و مشاوره سازهای زیربناییه، به نظر شما اگر کشوری نگاه بکنیم چه چیزی در اولویت قرار میگیره؟ ببینید به نظر من مهمترین بحث نوسازی بافتای فرسوده است. ما توی هر شهری، توی هر بخشی از کشورمون یه بخشی داریم به نام بافتای فرسوده که ساختمان‌های بیشتر از 15-20 سال هستن که آیین‌نامه‌های زلزله توشون طراحی وجود نداشت یا موقع ساخت اینها این بحث وجود نداشته. همه اینا باید حالا بهشون رسیدگی بشن یا مقاوم سازی بشن یا تو بحث نوسازی بهشون پرداخته بشه. اول از همه هر سیستمی، هر شهری، هر دفتر فنی شهرداری، هر استانداری باید با این بخش شروع بکنه. یعنی بحث یک مقاوم سازی، دو سیستم فضای شهری. چون اگر شما توی یک کوچه 8 متری ساختمون 8 طبقه بسازید، اگر اون ساختمون بریزه کل اون کوچه به تعطیل میشه. هیچ کار دیگه نمیشه برای نجات و امداد توی اون کوچه کرد. بنابراین فقط بحث ساختن ساختمون ضد زلزله نیست، بحث حوزه شهری و حوزه بحث زیربنایی، بحثای توسعه پایدار خیلی جدی باید گرفته بشه. و به نظر من اولین کاری که باید کرد اینه که توی بافتای فرسوده، ما از بافتای فرسوده شروع بکنیم توی کشور. سپاسگزارم از مصطفی جوادی، طراح و مشاور سازهای زیربنایی در امور حمل و نقل از نورنبرگ آلمان با ما. نیروی زمینی ارتش ایران مسئولیت مرزبانی مرزهای مشترک با افغانستان را بر عهده گرفته. به گزارش اینا، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته به این ترتیب مرزهای این کشور امن‌تر خواهد بود. سرلشکر باقری گفته دلیل استقرار نیروی زمینی در مرز ناامنی در افغانستان است که ممکن است به گفته او سبب اتفاقاتی در مناطق مرزی شود. مهدی طلعتی پژوهشگر امنیت ملی دانشگاه زوریخ از سنت‌گالن سوئیس با ما. آقای طلعتی، نگرانی‌های امنیتی ایران چیه که باعث شده چنین تغییری ایجاد کنه؟ ببینید، مهمترین نگرانی ایران اتفاقاتی هستش که از نظر سیاسی در داخل خود افغانستان در حال رخ دادنه. به نظر میرسه که سیاست آمریکا در داخل افغانستان به این سمت میل پیدا کرده که با طالبان وارد مذاکره بشن و به طور مؤثر طالبان رو وارد پروسه صلح و حکومت در داخل افغانستان بکنن. این چیزیه که آقای ترامپ به صراحت در موردش صحبت کرده و گفته که این روزها تحولات زیادی در داخل افغانستان رخ خواهد داد. دلیل اصلیش هم اینه که آمریکا نمیخواد به عنوان یک نیروی شکست خورده از افغانستان خارج بشه، بنابراین سعی داره با توجه به
فعالیت های بسیار شدید طالبان در 2 سال گذشته که امنیت افغانستان رو به صورت کلی زیر سوال برده، این نیرو رو وارد چرخه سیاسی افغانستان بکنه. یعنی به اینجا رسیدن که دیگه نمیتونن طالبان رو نادیده بگیرن و از کنارش راحت رد شن. این به نظر میرسه که یک زنگ خطری برای مقامات امنیتی و نظامی ایران هستش که با استقرار ارتش در مرزها از همین الان به نوعی پیشگیری بکنن. باید توجه داشته باشیم که ارتش وظیفه اصلیش دفاع از مرزها هست در برابر تهاجم و تهدیدات خارجی. به نظر میرسه که این مسئله باعث شده که چنین تصمیمی گرفته بشه. فکر میکنی چرا در سایر مرزها این اتفاق نیفتاده؟ فرضاً با توجه به ربوده شدن عده‌ای از مرزبانان ایران در میرجاوه و مرز ایران و پاکستان، مشخصه که مرز ایران و پاکستان هم آنچنان امن نیست، ولی چرا ارتش مسئول حفاظت از اون مرز نمیشه؟ ببینید، یک نکته رو که باید در نظر داشته باشیم این هستش که به نظر میرسه حضور ارتش در مرزها، در این بخش از مرز ایران با افغانستان، یه حالت تقریبا سمبولیک داشته باشه. حضور گسترده سپاه در 30 سال گذشته در این منطقه یک زیرساخت امنیتی و اطلاعاتی رو درست کرده که ارتش متاسفانه فاقد اون هستش. یعنی ارتش شاخک‌های اطلاعاتی قوی مثل سپاه رو در منطقه نداره. بنابراین این به معنای حذف سپاه از منطقه نیست. سپاه تقریبا از نظر اطلاعاتی و امنیتی کل منطقه و کل مرزها در دستش هستش. به نوعی شریک کردن ارتش در وظایفی هستش که سپاه بر دوشش داره، ممکنه رسما اعلام نشه ولی این معنا رو داره. اصولا کشیده شدن سپاه از مرزها به سمت داخل از نظر امنیتی به نفع جمهوری اسلامی نیست و فکر هم نمی کنم که اینها این تصمیم رو گرفته باشن که سپاه رو به صورت کلی از این برنامه حذف کنن. نکته اصلی، بازم من تاکید میکنم، ارتش اون ساختارهای اطلاعاتی لازم برای حضور و نفوذ در جریانهای مخربانه در مرزهای ایران رو نداره. تاثیر سمبولیکش میتونه برکی باشه؟ ببینید، نکته‌ای که اینجا هستش اینه که ارتش همیشه این شکایت رو داشته که از وظایف اصلی خودش تا حدود زیادی به کنار گذاشته شده و این وظایف به سپاه داده شده. بنابراین به نوعی برگردوندن روحیه، خدمت شما عرض کنم که روحیه اصلی ارتش به این واحد نظامی هستش و دخیل کردن بیشترش. قبلا هم ما این قضیه رو در قضیه سوریه، در مسئله سوریه شاهد بودیم. سپاه دست اول رو داشت ولی به تدریج بعضی از واحدهای تخصصی ارتش در سوریه رو هم وارد کرد. به نوعی به نظر من مسئول کردن و درگیر کردن ارتش در وضعیت واقعی کشور هست. مسئله‌ای که ارتش همیشه شکایت داشته از این وضعیت واقعی به دور بوده. این هستش که به نظر من در شرایط فعلی ارتش رو درگیر یک همچین کاری کردن. تشکر فراوان. مهدی طلعتی، پژوهشگر امنیت ملی با ما. ما تصاویر زنده ای داریم از فرود یک فضاپیما به مریخ، البته که قراره تا ساعتی دیگر بنشینه. این تصاویر که میبینید البته از شهر پاسادنا در ایالت کالیفرنیا آمریکا داره مخابره میشه که اینها بی صبرانه منتظر فرود و نشستن این فضاپیما بر سطح مریخ هستند. اگر که کاوشگر این سایت موفق بشه که در کره مریخ به زمین بنشینه، لحظه تاریخی رقم میخوره. اما به گفته طراحان و مسئولان این مأموریت 6.5 دقیقه پروحشت رو پیش رو خواهد داشت، به دلیل اینکه ورود به جو داغ کره سرخ مریخ بسیار مأموریت سختیه و تلاش‌های قبلی هر بار به شکست انجامیده. این 6.5 دقیقه هراس رو ناسا توصیف کرده و گفته که با توجه به سرعت بسیار زیاد این فضاپیما، این کاوشگر، سطح و همینطور حرارت سطح مریخ کاریست بسیار دشوار، کاریست بسیار سخت. تا حالا هزینه‌ای که صرف این پروژه شده بالغ بر 1 میلیارد دلار میشه. بنابراین یکی از پرهزینه‌ترین، گران‌ترین
کاوش‌های فضایی آمریکا و ناسا به حساب میاد. سازمان ملل متحد فردا و پس فردا میزبان نشستی در ژنو سوئیس درباره افغانستان است. در همین حال حرف و حدیث‌ها درباره احتمال پیوستن طالبان به روند صلح بیشتر از قبل مطرح شده و احتمال می‌رود که یکی از موضوعات اصلی بحث در ژنو باشد. والی ولایتی که مقر اصلی داعش در افغانستان به حساب می‌آید هم به بریتانیا سفر کرده و می‌گوید که افغان‌ها بیشتر از هر زمانی به صلح نزدیک شدند. در گفتگوی با حیات الله حیات والی ولایت ننگرهار درباره دلیل خوشبینیش به نتیجه بخش بودن صلح در افغانستان پرسیدم. معلوم است که در اواخر چند ماه گذشته فتوایی که از طرف امام کعبه، امام مسجد نبوی در اندونزیا، در کابل و در جده از طرف علمای کرام داده شد به سطح منطقه، تاثیر بسیار مثبت سر جنگجویان طالب و دیگرها داشتند. فعلا مو سبقه اسلامی جنگ در افغانستان از طرف مخالفین از بین رفته، یعنی هر جنگجوی طالب امیال میفهمه که جنگ جنگ مقدس نیست، این جنگ اصلا به خاطر منافع دیگر است. اونمو است که از هر حالت پیشتر الحمدلله فرصت برای صلح اضافه شده. ولی از خشونت ها کم نشده؟ در این شک نیست که خشونت هم در اوج است و با شما شاید معلوم باشه این تجربه جهانی را به اثبات رسند. در وقت که طرف صلح نزدیکتر میشه، دشمن میخواه که خود برجسته نشان بده تا بتانه در پروسه صلح چیزی زیاد به دست بیاره. چقدر شما به عنوان والی ولایت ننگرهار با طالبان در تماس هستید، با کسانی که نزدیک هستند به طالبان، چقدر اطلاعات شما از مراکز طالبان و مجامع اونها میاد؟ دقیق معلومات ما داریم و روابط خیلی زیاد با طالبان ایجاد شده، بالخصوص بعد از آتش بسی که در عید فطر انجام شد. 230 نفر طالب در او وقت مهمان ما شدن برای چاشت و بسیار یک بحث خوب داشتیم، ارتباطات خوب با میان آمده. در این شک نیست که کلانایشان متاسفانه که زیر تاثیر همسایه هاستن، اونا هم میخوای از طریق گفتگوهای سیاسی انشالله با پروسه صلح بپیوندند، ولی در طبقه پایینی طالب و مخالفین جای خوشی همی است که اما سبقی که اینا را تشویق میکرد علیه مردم افغانستان و خاک افغانستان که به جنگ او از بین رفته و سبقی مقدس یا اسلامی جنگ از بین رفته و تنها برای منافع دیگر را میجنگد. بعضی ها میگن که دولت افغانستان عقب نشینی کرده و این عقب نشینی باعث شده که طالبان جسارت بیشتری پیدا کنند. فکر نکنم هیچ عقب نشینی نشده. ما در پروسه صلح دستاوردهای 16 سال 17 سال هیچ وقت از دست نخواهیم داد و دستاوردهایی که مردم افغانستان به دست آورده او را هرگز فراموش نخواهیم کرد. ولی در این شک نیست که پروسه صلح از طرف حکومت افغانستان از عید فطر به طرف آتش بس یک طرف اعلان شده با شرایطی که اگر طالبان قبول بکنه و برای افغانستان اگر میخوایم یک مملکت مرفع، مردم و قوم و ملت مرفع باشیم، صلح ضروری است. شما از نشست خودتون با طالبان گفتید در ولایت ننگرهار، یک بار این نشست مورد حمله قرار گرفت، عده زیادی از دو طرف یعنی اعضای طالبان و همینطور اعضای دولت کشته شدند و گفته میشه که داعش در اونجا فعال هست. در میان 32 ولایت افغانستان چرا بیشتر از همه ولایت ها نام ننگرهار با داعش گره خورده؟ متاسفانه پدیده شوم داعش از ننگرهار آغاز شد و مشکل جدی که ما داریم موقعیت استراتژیک و جغرافیایی افغان ننگرهار. متاسفانه ما 240 کیلومتر مرز با پاکستان داریم، خط دیورند که هم داعش و هم طالب با بسیار آسانی میتونند از او خط عبور و مرور بکند و از این که موقعیت ننگرهار نزدیکتر به پایتخت از سایر ولایت هاست و به همسایگاه هم مرز است، اونمو است که متاسفانه تمرکز دشمن هم به ننگرهار اضافه است، چی طالب بود و چی داعش. ولی الحمدلله کوشش هایی که فعلا ایجاد شده، عملیاتی که در مقابل داعش شده، عملیاتی که در مقابل طالب شده، ننگرهار از چند ماه پیش الحمدلله امروز نسبی آرام شده، امنیت گسترده شده و برای مردم یک زمینه زندگی آرام انشالله استه استه با وجود می آید. شما گفتید نسبی آرامش به ننگرهار برگشته، ولی تازه ترین گزارش سازمان ملل میگه که
شمار تلفات غیرنظامیان در ننگرهار به اندازه کابل و حتی بیشتر از کابله. به شک نیست و این اعمار سابق چند ماه پیش بودن. متاسفانه وقتی که سر داعش فشار آمد، داعش مردم ملکی را نشان گرفت و در هر جای با شما معلوم است، حتی در مکاتب، حتی در ادارات ملکی ما، اونا انفجارات به وجود آوردن، اونا انتحاری حملات کردن. اونمو است که تعداد تلفات ملکی بلند رفت، ولی الحمدلله امروز که ما صحبت میکنیم اوضاع امنیتی نسبتاً کنترل شده و تلفات ملکی که از طرف دشمن به وجود می آورد تا یک حد جلوش گرفته شده. اخیراً رئیس جمهوری افغانستان به این اشاره کرد که نزدیک به 30,000 نیروهای دولتی در سالهای اخیر در جنگ با طالبان یا گروه های افراطگرا کشته شدند. چرا نهادهای دولتی نتونستن این جنگ رو ببرن، از جمله در ولایت‌های دوردست؟ نهادهای دولتی بالخصوص وزارت‌های سکتور امنیتی و سربازای دلیر ما، چی در اردو است، چی در پلیس است، چی در ارگان‌های دیگه امنیتی است، اونا دلیرانه در مقابل دشمن می جنگد، این شک نیست. ولی با شما معلوم است که مشکل افغانستان تنها از افغانستان نیست، مشکل منطقه است و مشکل جهان است. ما قربانی تروریسم جهانی میشیم، ما به خاطر جهان قربانی را میتیم. لازم است همسایه ها و جهان، ممالک جهان امرای ما همکاری لازم بکنه تا در مقابل داعش و طالب و هر پدیده شومی که اوجا ایجاد میشه در مقابل از او بجنگیم. در این شک نیست که در سالهای گذشته و یا تا امروز هم کمک جامعه جهانی به افغانستان است، در بخش نظامی در دیگرها، ولی قسمی که لازم است به او حد نیست. قربانی اصلی مردم افغانستان و قوات‌های امنیتی و دفاعی ما میشه و نجات بر دنیا ما میتیم از این پدیده شوم. حیات الله حیات بود، والی ولایت ننگرهار. محله کوچک در شهر ونکوور کانادا لقب پایتخت اعتیاد و تنفروشی در آمریکای شمالی رو به خودش اختصاص داده. از زمان آغاز اپیدمی بیش مصرفی در کانادا و آمریکا، این محله یکی از بیشترین سرانه های مرگ و میر ناشی از اووردوز در جهان رو داشته. فقط در سال گذشته حدود 5200 اووردوز در این محله روی داده که حدود 180 مورد از اونها موجب مرگ مصرف کنندگان شده. در قسمت سوم مجموعه فنتانیل، همکارم امیر پیام به سراغ شهردار ونکوور و یکی از ساکنان قدیمی این محله رفته تا از نزدیک راه حل‌ها و مشکلات این محله رو بررسی کنه. شرقی مرکز شهر ونکوور جدا از حال روز امروزش برای بیش از نیم قرن قطب اصلی تجارت و هنر این شهر. در این عکس که 100 سال قدمت داره، کتابخانه قدیمی کارنگی رو میشه دید که امروز شهرت خودش رو به کتابخانه مرکزی ونکوور با معماری مجلل و مدرن داده. 11 سال پیش که من تازه به این شهر اومده بودم، یکی از محورهای اصلی انتخابات شهرداری معضل بیخانمانها در دانتان ایستاید. در اون ایام گیورگ رابرتسون یکی از شعارهای اصلی کارزارش رو ریشه‌کنی بیخانمانی انتخاب کرده بود. شعاری که می گفت از طریق واگذاری سویت های یک نفره با اجاره پایین و یا بازسازی و ساخت مجتمع های جدید برای اسکان بیخانمان ها عملی خواهد شد. حالا بعد از 10 سال، در حالی که آقای رابرتسون روزهای آخرش رو در شهرداری می گذرونه، خیلی ها شعار اون رو تحقق نیافته و سنگ بزرگ ارزیابی می کنند. تو 10 سال گذشته افزایش چشمگیری نداشتیم. معنیش اینه که تونستیم با اسکان دادن هزاران تن اوضاع رو کنترل کنیم. اما با ادامه رشد قیمت مسکن و پولدارتر شدن پولدارا و فقیرتر شدن قشر محروم، مشکل همچنان پابرجاست. آدم ها به ونکوور میان و در داخل شهر هم گاه جابجا میشن. بنابراین اگرچه رشد خیلی کمی داشتیم، آمارها تقریبا توی این 10 سال ثابت بود. مشکل دیگه‌ای که موزل رو بغرنج‌تر می‌کنه اپیدمی اووردوز یا بیش مصرفیه. متأسفانه صدها تن جونشون رو از دست دادن. امسال تا اینجا بیشتر از 200 تن و پارسال هم 365 نفر، یعنی هر روز یک نفر جونش رو به علت اووردوز یا بیش مصرفی توی ونکوور از دست داده. فکر می‌کنین مثل اواخر دهه 90 که فیلیپ اوون شهردار بود و فشارها باعث آغاز برنامه‌های کاهش آسیب در اینجا شد، الان هم بحران فنتانیل فصل جدیدی تو سیاست‌های کلان مواد ایجاد می‌کنه؟
فکر کنم این بحران خیلی بدتر از فاجعه‌ای باشه که در دهه 90 داشتیم. اون زمان هم افراد بر اثر مسمومیت با مواد یا بیش مصرفی جان می‌دادن. بحران هیپاتیت و ایدز هم بهش اضافه شده بود. ما از اون تراژدی خیلی آموختیم. باعث شد که ساختارهای کاهش آسیب رو ایجاد کنیم، اما سیستم درمانی به اندازه کافی ایجاد نشد و سیاست‌ها در سطح استانی و فدرال اصلاح نشد. برای همین هم حالا متاسفانه هزاران تن باید بمیرن، چرا که سرمایه‌گذاری لازم در درمان صورت نگرفته و ساختار سیستم بهداشتی مرتبط با اعتیاد و بیماری‌های روحی روانی عوض نشده. باید قبول کرد که یک کلید طلایی برای حل مشکل وجود نداره. سیستم درمانی ما معیوبه در سراسر کانادا. درسته که ونکوور بدترین وضع رو داره، اما آلبرتا هم همینه، آنتاریو و تورنتو هم همینه. همه جا آمارا داره به سرعت بالا میره. برای بررسی نتایج سیاست‌های شهردار رابرتسون به دیدن یکی از ساکنان قدیمی دانتان ایستای رفتم، کسی که اتفاقا از قبیله هایداست، قبیله بزرگ از بومیان کانادا در غرب این کشور که تعداد زیادی از اونها ساکن دانتان ایستای هستند. من از 11 سالگی اینجا بودم. 30 ساله که توی دانتاون ایست ساید هستم. 11 ساله بودم که مادرم منو فروخت. خودشم کارگر جنسی بود. 13 سالم که شد دیگه حرفه‌ای شده بودم. برای همین هم مستقل شدم و تا همین 5 سال پیش تو خیابونا کار میکردم. دفعه آخر گفتن مشکوک میزنه، این دفعه چی؟ تو کار مواد که نرفته بود دوباره. 5 سال پیش دیدم دارم پا به سن میذارم. دیدم کلی از دوستان به قتل رسیدن. به خودم گفتم باید کنار بکشم. شروع کردم به کار کردن توی بازار سیاه به جایی که کنار خیابون ایستاده. این هنوز زنده است. مدت زیادی با هم زندگی کردیم. این هم آشناست. تازگی ها دیدیش؟ سالهاست ندیدمش. اول یه سرپناه میخواستم تا مجبور نباشم تو خیابون کار کنم، و وقتی اومدم اینجا انگار همه چی افتاد رو غلطک. SRO بزرگترین اتفاقی بود که برای من افتاد. این روزا تو مستند و فیلم ها بازی میکنم، اما وقتی کار نیست بی پول میشم. البته یه کارایی این برانور میکنم. کمک هزینه دولتی هم میگیرم. ماهی 800 خورده ای. ماهی 375 دلارم اجاره میدم. در 10 سال گذشته چندین ساختمان مثل این یکی بازسازی و به ساکنان اینجا تحویل داده شده، اما با سر رسیدن بحران فنتانیل همه چیز دوباره زیر و رو شده. اپیدمی فنتانیل چیزیه که من به عمرم اینجا ندیده بودم. اینکه یه چیزی بیاد و زندگی رو از کل محله جارو کنه ببره. 55 تا از دوستای من مردن. اوایل طوری شده بود که هر آخر هفته 3 تا تشییع جنازه می‌رفتم. آخر این بحران محو کامل داونتاون ایست ساید. آخر قصه همه ما. کی میدونه من 5 سال دیگه کجا؟ من 5 سال کار نکردم، اما میدونم کار کردن تو خیابون یعنی چی. اینجا گوشه من بود، اینجا وای میستادم. کار راحتی نیست، این دخترها هزار تا بدبختی و کثافت میبینن. اولین دستمزدم رو تو این هتل گرفتم وقتی 11 سالم بود. مادرم رو همینجا کشتن. رابطه یه عشق و نفرت دارم با این هتل. دوست دارم روش نوشته باشه من اهل هیستینگز شرقیم. مخروبه شدنش برای من ناراحت کننده است، اما خوبم هست چون قراره تعمیر بشه برای اسکان بی خانمان ها. یه جورایی انگار پایان یه دورانه، پایان قصه من در حقیقت. بخش چهارم این مجموعه گزارش‌ها رو میتونید فردا همین موقع در برنامه 60 دقیقه ببینید. برناردو برتولوچی، کارگردان صاحب نام ایتالیایی و از برندگان اسکار در 77 سالگی درگذشت.
او در بیش از نیم قرن فعالیت حرفه‌ای ژانرهای گوناگونی را تجربه کرد، از درام‌های انسانی گرفته تا آثاری با ابعاد بزرگ تاریخی. از مهمترین ساخته‌های برتولوچی می‌توان به آخرین تانگو در پاریس، بودای کوچک و آخرین امپراتور اشاره کرد. او در سال 1987 برای فیلم آخرین امپراتور برنده اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین کارگردانی شد. چنگیز صنیعی منتقد سینما از فلورانس با ماست. آقای صنیعی مشاور فستیوال‌های بین‌المللی سینما در ایتالیا هم هستند. آقای صنیعی، میراث برتولوچی چیه؟ با سلام به شما و بینندگانتون. برتولوچی در واقع امپراتور سینمای ایتالیا بهش لقب دادن، برای که هیچ یک از کارگردان‌های ایتالیا تا بزرگانی چون فلینی، دسیکا و روسلینی تا این حد جهانی نشده بودن. البته شما از سه فیلمی که نام بردی تریلوژی یک هست که ایشان در زمانی که در انگلستان بودن ساختن. برتولوچی فرزند یک شاعر بزرگ ایتالیایی آتیلیو هست و برادرش جوزپ هم کارگردانه، ولی اون قصد نداشت وارد سینما بشه. اون رو مدیون پیر پاولو پازولینی هست که دوست پدرش بود، که روزی به اون میگه که سینما رو دوست داری؟ میگه بله. میگه پس تو دستیار من خواهی شد در فیلمی که میخوام بسازم. برتولوچی جوان میگه که من اصلا سینما رو نمیشناسم. میگه مثل من، ولی فیلم رو میسازن. فیلم به نام متکدی یا گدا یکی از شاهکارهای سینمای ایتالیا است. برتولوچی مثل همدورهاش مارکو بلوکیو و الیو پتری و چند تای دیگه از در واقع ادامه دهنده راه بزرگان سینمای ایتالیا هستند که با نئورئالیسم در واقع دنیای سینما رو فتح کردن و روی سینماهای جهان از جمله ایران هم بسیار اثر گذاشتن. ولی ویژگی اون در این بود که بسیار متنوع کار کرد و در تمام زمینه ها فیلم ساخت. فیلم های مهمی ساخته که مشهور نیستن، مثل پیش از انقلاب و کنفرمیست، و بعد نویسنده خوبی بود، کما اینکه اسکار رو به خاطر سناریو گرفت و کارگردانی. تنها کارگردان ایتالیایی است که اسکار برای کارگردانی گرفته، در حالی که کارگردانای دیگه برای فیلمشون و به دلایل دیگه چندین جایزه گرفتند، از جمله فلینی که 5 تا اسکار بود. مهمترین وجه تمایز او با کارگردانان همدورش رو چه میدونید؟ بسیار مشکله که اونو در یک قالبی گنجوند، ولی ویژگیش تنوع بود و جسارت، کما این که در ایتالیای کاتولیک فیلم آخرین تانگوی پاریس به محضی که روی پرده رفت و من شانس داشتم که اون را ببینم، سانسور شد و فیلم رو پلیکول را سوزوندن. و بعد در فیلم‌های دیگه از جمله دریمرز که ایتالیایی‌ها هم به همین کلمه و واژه انگلیسی رو به کار می‌برن، که درباره جنبش ماهمه فرانسه و پیامدهای اون بود و زاویه دیگه‌ای. برتولوچی در بعضی زمینه‌ها به نظر بعضی از منتقدین موفق نبود، ولی خودش مثلا فیلم 900 رو که 1 و 2 رو ساخته و قصد داشت 3 رو بسازه، متاسفانه زیاد مورد استقبال منتقدین قرار نگرفت. ولی فیلم‌های مثل آخرین امپراتور و از همه مهمتر فیلم جنجالی آخرین تانگوی پاریس بسیار بسیار او رو شهره عالم کرد. ولی شایستگی او فراتر از اینها هست و به راستی میشه گفت که سینمای ایتالیا از امپراتوراش از دست داد. آقای صنیعی، به آخرین تانگو در پاریس اشاره کردید، گفتید که فیلم پر جنجالی بوده، اما حاشیه هم کم نداشت این فیلم. ماریا شنایدر بازیگر 19 ساله فیلم چند سال پیش اعلام کرد که در حین فیلمبرداری به نوعی مورد تجاوز قرار گرفته و به او گفته نشده که صحنه‌ای قراره در فیلمبرداری بشه که از قرار آقای برتولوچی و مارلون براندو در جریانش بودند. یعنی آقای برتولوچی برای خلق آثار ماندگارش گاهی از مرزهای اخلاق عبور می‌کرده. البته تعریف اخلاق به لحاظ مذهبی و به لحاظ لائیک با هم متفاوتن، ولی در این مورد خاص برتولوچی پاسخ داد
و چنین نبوده اقلا از دیدگاه ایشون. بعضی وقتا کارگردان ها حتی کارگردان بزرگی چون دسیکا برای دزد دوچرخه از کودکی که در فیلم بازی میکرد برای اینکه به گریهش بندازند سیگار در توی جیبش پنهان میکنند و او را متهم میکنند به اینکه سیگار میکشه و جیباشو میگردند. وقتی سیگار رو پیدا میکنند بچه به راستی زیر گریه میزنه که همون صحنه های بسیار زیبایی است که ما میبینیم. من قبول دارم که دنیای ست پشت در واقع چیزی که ما نمیبینیم پشت دوربین بعضی وقتا خشن و حتی متجاوزه. در این مورد خاص قضاوت بسیار مشکله برای که گفتن بعید نیست برای رئالیستی کردن صحنه کمتر در میان گذاشته باشند جزئیات این را، ولی من فکر میکنم که در کل اگر برگردیم به پیشینه خیلی از کارگردانهایی که کارهایی کردن به مراتب از این سنگین تر، میشه به نوعی به خود بزرگی برتولوچی و فیلمهای بسیار زیبایی که ساخته و انسانیتی که در زندگیش نشون داده، برای که برتولوچی از کسانی بود که در یک خانواده چپی و عدالتخواه بزرگ شده بود و یکی از اختلافاش با ژان لوک گودار که ایدئال اون بود این بود که گودار ماویست بود و او نبود. متشکرم. چنگیز سمیعی منتقد سینما از فلورانس با ما برنامه رو با تصاویری از برتولوچی و بعضی از شاهکارهای او به پایان می‌بریم. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه.